محمد بن محمد بن نعمان ملقب به شیخ مفید فقیه و متکلم و از علمای برجسته شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری بود که مکتب کلامی شیعه را توسعه داد سوم رمضان سال روز درگذشت آن فقیه بهانه ای برای مرور زندگی آن بزرگمرد است به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید قرن چهارم هجری قمری قرن علم و دانش در تاریخ اسلام نامیده شده که همراه با استقرار دولت آل بویه اولین دولت فراگیر و مقتدر شیعی در ایران و عراق بود در این دوران دانش های گوناگون رشد و توسعه پیدا کردند و کتاب های زیادی در اکثر رشته های علمی به نگارش درآمدند در این دوران بغداد مرکز علمی جهان اسلام لقب گرفت و در قلم رو دولت اسلامی دانشمندان و اندیشمندان برجستهی در حوزه های علمی مختلف ظهور کردند. مهمترین و بزرگترین دانشگاه ها و مراکز علمی و کتابخانه ها در دنیای اسلامی به مرکزیت بغداد در این دوره نشان دهنده اوج شکوفایی علم و دانش و تحقیق در آن زمان است و آلمان بزرگ و صاحب نظر و صاحبان آثار برجسته و دست اول شیعه در این مقطع زمانی در بغداد و به ویژه محله کرخ میزیستند از جمله ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان و ملقب به شیخ مفید لقبی که از جانب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به وی داده شد ایشان فقیه و متکلم و از علمای برجسته شیعه در قرن چهارم هجری قمری بود که مکتب کلامی شیعه را در بغداد بست و توسعه داد اهمیت تاریخی این دوره از آن روز که به دلیل روی کار آمدن دولت های شیعی مستقل همچون آل در ایران و عراق شیعیان توانستند عقاید خود را به صورت آزاد بیان کنند. شیخ مفید قائل به وجوب امامت و اسمت ائمه علیهم السلام و نسب الهی ایشان بود وی همچنین قائل به برتری امامان علیه السلام بر همه انبیا به استثناء حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله نیز بود. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد در باب شیخ مفید میگوید وی در تعلیم اندیشه شیعیان بسیار ماهر بود و چندین کتاب در دفاع از اصول عقاید ایشان نگاشته است. ابن ندیم نسخه شناس مشهور هم اصر شیخ مفید میگوید ابو عبدالله که در زمان ما رهبری متکلمان شیعه با اوست عقل نکت سنج و قدرت نفوذ فراوان دارد من با او ملاقات کردم و او را بسیار روشن دیدم شیخ را بیشک میتوان استوره مناظرات با علمای اهل تسنن زمان خودش نامید. مناظرات شیخ مفید با قاضی عبدالجبار رئیس معتزلیان بغداد و قاضی ابو بکر باقلانی رئیس اشاعر شهرت فراوان یافت. به ویژه آنکه شیخ مفید در این مناظرات در دفاع از مبانی کلامی و فقهی شیعیان چیره دست بود و به ازان منابع اهل تسنن بر علمای آنها فائق می آمد. پس از ارتحال شیخ مفید هشتاد هزار تن از شیعیان او را تشیع کردند و سید مرتزا علم الهدا بر پیکر او نماز خواند و در کازمین و در کنار استادش ابن قول وی به خاک سپرده شد. کتب زیادی از آن مرحوم به مانده که مهمترین آنها عبارتند از المقنع و الاعلام در فقه العمالی در اخلاق و حدیث و دو کتاب مهم در تبیین مسئله غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شامل الفصول العشره فی الغیبه و الجوابات فی خروج المهدی با اینکه بسیاری از کتب شیخ مفید پس از سقوط حکومت آل بویه و استقرار دولت های سنی تند رو در بغداد و به آتش کشیدن کتابخانه شیخ مفید از بین رفتند اما نام ایشان از تاریخ تشیع هیچگاه محو نشد. سعید بهاری اخبار شیعه